تو مرحله اول جلو انجام کار و صدور دست چک رو نمیگیریم، تا مدتی فقط در واقع هشدار داده میشه به اون فرد. پیگیری یک وعده از بانک مرکزی، وعده‌ای که طبق آن قرار بود سامانه‌های نظام بانکی از سوی بانک مرکزی تا نیمه تیر به سامانه املاک و اسکان متصل شوند. 15 همه تیر ماه در واقع ما اینو عملیاتیش میکنیم. مجلس برای شناسایی خانه‌های خالی در سال 93 وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده سامانه‌ای را هندازی کند تا مردم به صورت خوداظهاری اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنند. و همچنین 15 دستگاه دولتی هم موظف شدند تا به این سامانه متصل شوند و به کسانی که اطلاعات ملکیشان در این سامانه نیست خدمات ندهند. هر نوع خدماتی که دولت ارائه میکنه منوط به اینه که آدرس از سامانه املاک و اسکان واکشی بشه. طبق همین قانون صدور دست چک و افتتاح حساب هم باید منوط به ثبت اطلاعات ملکی افراد در این سامانه میشد. تکلیف قانونی که مدیران بانک مرکزی چند باری وعده اجرای آن را دادند. دریافت دست چک رو ما داریم منوط میکنیم، از سرویس های بین خودمون و سازمان در واقع وزارت راه رو داریم میاریم بالا و عملیاتیش میکنیم و این هم جزء پروژه‌ای که انقریب تو همین اردیبهشت ما عملیاتی میشه. تو مرحله اول دوستان وزارت راه یک سرویسی رو باید در اختیار ما قرار میدادن برای این اتصال که این سرویس رو از طریق دوستان وزارت ارتباطات در اختیار ما قرار دادن، سرویس رو به تازگی تحویل گرفتیم. در مرحله اول برای صدور دست چک صیادی در واقع نیاز هست که فرد محل سکونت اصلی خودش رو در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشه. آخرین مورد هم وعده‌ای بود که در ابتدای گزارش مشاهده کردید، اما خلف وعده‌های بانک مرکزی باعث شد تا این بند قانونی هنوز به صورت کامل اجرایی نشود. تا کنون بانک مرکزی اقدام مثبتی در راستای اجرای قانون مذکور و مصوبه کمیسیون اصل 90 انجام نداده. حالا بیش از دو هفته از آخرین وعده‌ای که بانک مرکزی برای اتصالش به این سامانه بود می‌گذرد و حالا مدیران بانک مرکزی وعده جدیدی می‌دهند. به لحاظ فنی ارتباط بین سامانه صیاد بانک مرکزی و سامانه ملی املاک و اسکان کشور برقرار شده. قرار هستش که به زودی در هفته نخست مرداد ما این اقدام اتفاق بیفته و ابلاغ لازم به شبکه بانکی صورت بگیره. روزهای آینده باز هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.